ما در اینجا هستیم تا به یاد آوریم و اعلام کنیم قدوسیت خدا رو. آمین. آیا همه بروشور داریم؟ اونها که بروشور ندارن لطفاً دستاشون بره بالا، براشون بروشور خواهند آورد. یعنی در اصل ذکر قدوسیت کنیم. مسلماً این ضرورت زمانی معنا و مفهوم حقیقی خواهد داشت که قدوسیت خدا رو بشناسیم. که خدا بی نهایت نیکوست. در بروشوراتون اگر نگاه کنید، جزء دروسی هستش که هفته‌های گذشته روش کار کردیم، که خدا بی نهایت نیکوست، بی نهایت حکیم هست، بی نهایت عادل است، بی نهایت تواناست، که دلیل رحمت او بر گناهکاران هست، که دلیل هدفمندی او از خلقت انسان هست، که دلیل ایمان حق جویان به اوست، که دلیل عظمت او در جهان است، که باعث دوری ایمانداران از گناه، خرافات، جور و ستم و ترسا خواهد شد، تا بتوانیم با ایمانی پویا و امیدی زنده و وفادارانه در ملکوت خدا در امنیت زندگی کنیم. این همون نکاتی بود که در هفته‌های گذشته بررسی کردیم و توی بروشوراتون کاملا نوشته شده نسبت به درس خدای قدوس و انسان مقدس، که بتونیم امروز دلیرانه درباره او با اطمینان و ایمان صحبت کنیم و درباره خدا آنچه را که شناختیم او را شکرگزار باشیم، او را بپرستیم، او را بطلبیم و با ایمان نیز دریافت کنیم. ذکر قدوسیت خدا در بین ایرانی ها غریب نیست. توی صحبت هامون معمولا اعلام میکنیم که شکرگزار باشیم، خدا رو شکر میکنیم، حتی گاهی مثل یک عادت خوب در بین ایرانی ها مرسوم شده که میگیم خدا رو شکر. و شاید مخاطب ما لحظه فکر میکنه چرا این میگه خدا رو شکر، برای من پیش اومده؟ نمیدونم حتی قبل از ایمانم برای شما پیش اومده یا نه، اما میبینیم که گذشته از اون در اشعار ما بسیار دیده میشه. نظامی اعلام میکنه این شرایع اشعار رو توی دروسی که داشتیم زمان مدرسه همه ما آشنا هستیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، ای نام تو نامه کی کنم باز، ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. فردوسی میگه به نام خداوند و جانو که از این برتر اندیشه بر نگذرم. و این اشعار رو همه ما آشنا هستیم و همین گونه هستش که ما میبینیم کلام خدا ما رو تشویق میکنه به ذکر قدوسیت. پتروس رسول اعلام میکنه در کنار اینکه خدا قدوس هست، اشاره میکنه ما نیز میباید مقدس باشیم، یعنی از جدا شده از هر وسوسه شیطانی، از هر گناه پنهانی، از هر دروغ و ریا و غرور انسانی. نامه اول پتروس 1:15-16 که عنوان آیات ثابت ما بود در طول این یک ماه بودیم که از این درس عبور کردیم، اعلام میکنه بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است. متی 5:8 کامل شویم همچون خدایی بودن. بلکه آن قدوس که شما را خوانده، یعنی ما را صدا کرده، به ما گفته بلند شو بیا پیشم، یعنی مال خدا شدیم. مقدس یعنی جدا شده، مقدس یعنی بریده شده، مقدس یعنی متعلق به خدا شده. دقیقا مثل این هستش که برفرزنم به بردن دوسته که بچه بردن دوسته بگم بردن دوسته که لطفا بیاد اینجا میشه، لطفا بیاد اینجا بردن دوسته بردن دوسته بردن عزیزم از خادمین خوب پیش که سرطانه. الان که بردن یوسف لطف کردن اومدن اینجا، دیگه اون صندلی نیستن. قبلا کنار برادر مت بودن، الان کنار برادر مت نیستن، کنار من هستن. حرکتی رو انجام داد خداوند. تک تک ما رو صدا کجا هستیم ما الان؟ اگر ما رو صدا کرده نگاه کنیم کجا هست. باید آنچرا که شنیدیم بگوشم کنیم، عمل کنیم، باید حرکت کنیم. همون گونه که برادر ازش خواهش کنم اینجا خدا همه این که مقدسین باشیم. سپاس بذارم. برسیم برسیم بفیم خواهدشون.
فقط یک مثالی نباشه، واقعا به زندگیت نگاه کن، اگه خدا صدات کرده کجا هست؟ اعلام میکنه بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است، که بتونیم توی جایگاهی باشیم، اون جایگاهی که خداوند میخواد متی 5:48 که عرض کردم شکل اون بشیم، با اون ملاقات داشته باشیم، اون رو از نزدیک ببینیم. سعدی نیز اعلام میکنه رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت، اون هدف خلقتی که خداوند برای ما در نظر داشت. بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است، خود شما نیز در هر سیرت مقدس باشید، زیرا مکتوب است. یعنی کل کلام خداوند نیز اعلام میکنه که ما باید مقدس باشیم، زیرا که مکتوب است، لاویان 15:1-2 و آیات بسیار، زیرا که مکتوب است مقدس باشید، زیرا که من قدوس هستم، زیرا که من اون گونه ای نیستم که دنیا داره تبلیغ میکنه. شکل دنیا نشید،